شاه سوان به معنای دوستدار و فدایی شاه می باشد. شاه سوان ها که در شمار ایلات ترک زبان ایرانند، در شهرهای اردبیل، زنجان و شمال فارس و شهر ساوه سکونت دارند. قشلاق آنها دشت مغان و ییلاق آنها بین اردبیل و مشکین شهر به طرف کوه سبلان است. شاه سوان ها پیرو مذهب تشیع و به لهجه ترکی آذربایجانی سخن می گویند و شامل تیره های گوناگون می باشند. ایلات شاه سوان از زمان صفویه به بعد در دوره های مختلف به وسیله فرمان روایان از جایی به جای دیگر کوچ داده شده اند. دو تیره از شاه سوان ها که امروز در ساوه ساکن هستند، یکی در زمان شاه عباس بزرگ از شیراز و دیگری به احتمال زیاد در دوران نادرشاه افشار از مغان به این ناحیه کوچ کرده اند. در نیم قرن اخیر دشت مغان با فعالیت‌های گسترده کشاورزی مکانیزه محل سکونت قسمتی از ایل شاه سوان شده است. شاه سوان نامی است که در زمان صفویه به سپاهیان قزلباش داده شد. در آغاز قزلباش به معنای سرخ سر نام گروهی از مریدان شیخ جنید صفوی از صوفیان به نام غرب ایران بود که با تعلیمات مذهبی شیخ برای جنگ و محاربه با دشمنان شیعیان و کفار آماده شده بودند. اینان همگی از طوایف مختلف ترکمن برگزیده شده و به چالاکی و خشونت بسیار در نبرد شهرت داشتند. وظیفه طوایف مختلف که در سپاهیان قزلباش گرد آمده بودند، جهاد با کفار، ترویج مذهب شیعه 12 امامی و پاسداری از سلطنت صفوی بود. آنان در راه مقاصد شاه که او را مرشد کامل می دانستند فداکاری می کردند و در مقابله با دشمنان صفویان و مذهب تشیع از هیچ خشونتی ترس نداشتند. نه طایفه روملو، شاملو، استاجلو، تکلو، زلگت، قاجار، افشار، ارساق و صوفیان قره‌باغ در سپاهیان قزلباش وارد شده بودند. شاه اسماعیل صفوی پس از فتح هر ولایت غنایم و زمین‌ها را بین سران این طوایف که سرداران سپاه او بودند تقسیم می‌کرد و آنان را در هر ولایت با القاب و عناوینی چون امیرالعمرا، بیگ، بیگلربیگی، خان و سلطان به حکومت می‌گماشت. سپاهیان قزلباش نخستین بار در قرن 9 هجری سلطان حیدر و پسر او شاه اسماعیل را در رسیدن به سلطنت یاری کردند. نخستین بار به دستور سلطان حیدر اینان تاج قزلباش بر سر گذاشتند تا از دیگر صوفیان ممتاز باشند. تاج قزلباش کلاه نمدین سرخ رنگی بود که نوکی بلند و ضخیم داشت. قسمت بالای کلاه به عدد 12 امام 12 چین کوچک یا ترک می‌خورد. دورادور کلاه سرخ دستاری سپید یا سبز از پشم یا ابریشم می پیچیدند که آن را به صورت عمامه بزرگی جلوه می داد و نوک سرخ بلند و 12 ترک کلاه از میان عمامه بیرون می ماند. فتوحات شاه اسماعیل و گماشتن سران قزلباش به حکومت‌های محلی به زودی سراسر ایران را در اختیار آنان قرار داد. نفوذ فوق‌العاده سران قزلباش که با حرص و آز در جمع مال و کسب قدرت همراه شده بود، عاقبت اوضاع را در هم ریخت. آنان ولیعهد شاه طهماسب را کشتند و به میل خود دیگران را به قدرت رساندند و فراتر از این با دشمنان ایران برای حمله و تجاوز بر ولایات سرحدی همداستان شدند. هنگامی که شاه عباس بزرگ به سلطنت رسید، به محدود کردن قدرت و اختیار سران قزلباش همت گماشت. وی دو دسته سپاه منظم، یکی از غلامان ترکمن گرجی، چرکس و ارمنی و دیگر از رعایای تاجیک و ایرانی ترتیب داد. سپاه دوم با سلاح آتشین نیز مجهز بود. این نیروها علاوه بر سپاهیگری، مقابله با سران قبایل ترک و حفظ توازن قدرت میان آنان را نیز بر عهده داشت.